پل سرخ برای ما به عنوان یک کسی که با دنیای هنر و فرهنگ سر و کار دارم بسیار جای خوبیه، یگانه جایی در کابل که مرا بر خود به طرف خودش میکشه و بسیار جاذبه داره برای پل سرخه. پل سرخ هم برنامه های فرهنگی فراوان داره و هم مواد فرهنگی داره اینجا پیدا میشه و هم دوستان اهل فرهنگ و هنر و ادب در همینجا میشه به اصطلاح آدم امرش روبرو شوه و یا به قول معروف پل سرخ پاتوق سرمایه های فرهنگی و ذخایر هنری ماست. بیشتر از 35 سال میشه که من خط کار میکنم. در ابتدا خب من مرحوم پدرم مرزا بود و بسیار خط خوبی داشت، من همیشه تشویق میکرد، بعض چیزا رو میآورد، حتی اسناد اداری رو که من بنویسم مینوشتم، کتاب سراج تواریخ او زمان با کاغذ کاربن چند کاپی مثلا با خودکار مینوشتیم. اونمو رفته رفته هم خط تحریری و معمولی من خوب شد. بعد زمانی که مهاجرت پیش آمد من ایران رفتم و زمان در ایران هم هنر خوشنویسی فوق العاده رونق خاص داشت و مصرف زیاد هم داشت. من رو آوردم به خوشنویسی و در بخش های تبلیغاتی کار خوشنویسی میکردم تا اینکه سر از انجمن خوشنویسان ایران در آوردم. دوره های آموزشی 5 ساله انجمن هم در ظرف تقریبا 1.5 سال تمام کردم، چون هم پیش زمینه بود و هم بسیار زیاد کوشش کردم، تلاش کردم، ممتاز در سال 1364 ما گرفتم. دیگه از او به بعد حدود 10 سال طول کشید تا با تمرین و مشق و ممارست ما تانستم به اصطلاح جرأت بکنم و به خود اجازه رو بدم اولین نمایشگاه از کارای ما در فرهنگسرای خاوران فکر می کنم سال 74 بود که دایر کردم و بسیار تشویق شدم. فقط تمرکز کردم روی خط نستعلیق و در کنار از او البته به صورت بسیار متر تفریحی و تفننی و تنوع شکست نستعلیق هم کار میکنم. شکست نستعلیق هم به این دلیل که خود شکست نستعلیق منشأ گرفته از خط نستعلیق و یعنی زاده خط نستعلیق و عمو طبع و خواص خط نستعلیق داره که ما در آثار مثلا مرحوم میرعلی هیروی، میر عبدالرحمن هیروی و بسیار واضحتر و روشنتر و گویاتر شد در آثار میر عماد میبینیم، بسیار با وضوح میبینیم ابعاد علمی هنر خوشنویسی را، ولی ما شاهد هستیم از آثارشان که آثار بسیار زیبا و بسیار خوبی را خلق کردم، منتها در حد مفردات خلق، یعنی مفردات را به مو حد عالی و کمال خودش رسانده.
پیشرفته ترین حالت که به دست خوشنویسان او زمان آمده قالب چلیپا بوده که امروزه هم بسیار مورد توجه و استقبال هنرمندای بخش خوشنویسی قرار میگیره و ما فکر میکنم یکی از شیوه هایی است که فوق العاده تمرکز داره و در یک چلیپا یک خطاط را میشه از تمامی ابعاد مهارت های زو در هنر خوشنویسی آدم ارزیابی بکنه، محاسبه بکنه کار زو. در گذشته ها که بود دربار و حکومت ها بی‌نهایت محتاج و به اصطلاح پیش خطاطا بودن و به اینا ضرورت داشتن و حتی حکامی که بهترین و بیشترین خطاط در اختیار خود داشت به دیگران تفاخر میکرد و فخر فروشی میکرد که من بهترین خطاط در اختیار دارم و عینت بهترین مکتوبا را مینویسه و این کتیبه های بسیار زیبایی را داره. امروزه این بوده حکام خو فکر میکنه که مثلا با تکنولوژی به دست داره دیگه نیازی به خط و خوشنویسی و در نهایت به خطاط نیست. لذاست که در گذشته خطاطا واقعا در نه تنها مورد عطوفت و نوازش حکومت دارا و سیاست مدارا قرار می گرفت، بلکه بسیاری از شاهزادگان سلاطین گذشته هم خودشان خطاط بودند یا نقاش بودند یا مینیاتوریست بودند. در دربار شاهرخ میرزا ما این موضوع را کاملا می بینیم. مثلا فرزندان از او مثل بایسنغور میرزا، مثلا ابراهیم میرزا بدی و زمان، اینا خوشنویس های فوق العاده ماهر و اساتید طراز اول زمانه خودشان بودند. دنیای خوشنویسی یک دنیای فوق العاده پیچیده و بغرنج و سختی هست و خوشنویس شدن هم کار بسیار مشکل، یعنی هنر خط هنر فوق العاده دیریابه. تا 40 سالگی رو خط اصلا پخته نمیشه. از 40 به بعد خوشنویس اگر خطش پخته شوه فرصت بسیار کمی داره که بتونه کار بکنه. لذا تمرکز اگر در یک خط، یعنی در یک نوع خط باشه، ثمره بهتری به دست میده. خوشنویسی به اون صورت کلاسیک و سنتیش باقی نمانه. این هنر باید پویا شوه و این هنر باید راه های نو و جاده های نوی را بپیمایه و سمت سوهایی که ذائقه روز در او دخیل باشه سرکشی بکنه. روی هم رفته متاسفانه تبعیض، تعصب، رفتارهای یا برخوردهای سیاسی با اهالی هنر و فرهنگ در کشور بی نهایت زیاد وجود داره و به شدت هم وجود داره و بسیار مخرب هست. این برای تاریخ کشور مخرب هست، این برای آینده کشور مخرب هست و این را ما به صلاح نمی دانیم. ما اگر این مسائل مطرح میکنیم، نیت ما خدای نخواسته تخریب نیست. ما میخواهیم که یک کشور بالاخره سرفراز باشه، یک کشور سربلند باشه. اگر امروز ما دچار مشکلات، ما زمیالی باید برنامه ریزی داشته باشیم که در آینده ما یک کشور سربلند و سرفراز بسازیم. در یک همچو فضای متاسفانه فرهنگ و هنر خو قطعا اولین قربانیش فرهنگ و هنره، چون فرهنگ و هنر بیشتر در ساحه ملاطفت و ملایمت و انسانی زیستن و تساهل و مدارا و یه چیزا کار میکنه. جاده دارلمان یکی از بهترین جاده های کابل و یکی از زیباترین جاده ها و تاریخی ترین و خاطره انگیز ترین جاده ها برای خود ما است. اما اینمی دیوارهای سنادی دو طرف در اینجا بی نهایت آزاردهنده است و شاید همه را میرخم آزار بده و میبینه که وطن ما در چی وضعیتی است، کشور ما در چی وضعیتی است و مردم ما به چی حالت قرار دارند.
ما طرح از بهترین عکس شهید مزاری را و با شکوه ترین و با صلابت ترین عکس شهید مزاری را اجرا کردم و به خاطر اینکه یک مقدار کار متفاوت باشه با دفعه قبل سیامشق کار کردم، اما سیامشق با دورگیری. دفعه قبل فقط سیامشق خالی بود، این دفعه دورگیری را ما انجام دادم که دورگیری از این کار فوق العاده زمان بر بود، مشکل بود و بسیار حساس هم بود. این مثنویه، مثنوی بسیار بلند به نام سوگنامه که شاعرش هم سید ابو طالب مظفریه. در حدود هر 2 سانتی متر مربع از این کار یک روز وقتی برای گرفت. روی هم رفته یک ماه مکمل طول کشید تا این کار انجام شد و به پایان رسید. اجرای زیر همونطور که عرض کردم در 7 اندازه قلمه، اما بخشی از شاه بیت ها را و یا به اصطلاح فرازهایی از نکات بسیار برجسته ای از این مثنوی را من به صورت تقریبا درشتر و با قلم درشتر نوشتم که او در خود عکس هم نمایانه. مثلا از جمله تو را به جرم بلندی ز باغ ببریدند، ز سرفرازیت ای سرو سبز ترسیدند. یا مثلا در یک جای دیگهش سوار از شب کولاک و برف آمده بود، پس از 3 قرن خموشی به حرف آمده بود. پیش زمینه تصویر با خط نستعلیق و رنگ سرخ چیزی را که نوشتم اونجا که میگه ما بادمان که نشینیم و گریه ساز کنیم، به پیش خصم سر عجز و لابه باز کنیم. ما بادمان که شرف را به ننگ نان بدهیم، به قاتلان پدر بیش از این امان بدهیم. شاعر جرأت زیر داره و ای قدر به اصطلاح صراحت داره و پرده پوشی نمی کنه و مود درد دل خود بسیار با وضاحت و روشنی و کمال صداقت بیان می کنه. یا خوشنویسی مثل ما هم می آیه ای را می نویسه و در قالب یک تصویر تجسم پیدا می کنه. اما بدبختانه و با بسیار متر ناامیدی ما باید عرض کنم که ما در فضای مجازی متوجه شدم و امی عکس هم زمانی که گذاشتم خواستم محک بزنم. خیلی آره راستیزم چوکات های چوبی داری؟ چون از این چوکات های فانتزی و پلاستیکی نمیخوام استفاده کنم. آه اینا بی نهایت همین پلاستیکی ها بی نهایت چوکات های ناکام برآمد برای من. البته ببینم به این چه رقم جواب میگه. بد نیست؟ خوبه. آه با ترکیب رنگش کاملا خوبش می آید. یا مثلا با این تو باش ببینی که چه رقم می آید. بله بله این زمین میشه تمام شده زمین استفاده کن. اونو چوکاتی خراب شده دوده نوردیم. یک دانش میشه خورد شوه با اندازی اینزی. آره با اندازی اینزی. ولی ببینیم چی قدر جواب میده. خب او رو اینالی باز میسنجیم ببینیم که چی رقم میشه. دیگه اینی از بخش کارای چوکات شدنی. اینا رو ما جدا میمانیم، اول او رو کار میکنیم، بعد باقی که مانده برش دوباره از سر زمین چوبی ها داریم. کار رو میبس میکنیم. دو دانه کارت از امینا میشه؟ نمیدانم. اونو یک آره. دانه چیز که گفتم برای آقای فروغ، سفارش آقای فروغ، اون دمیر جا خواهد شد و اندازه خواهد شد میشه نمیشه. یا نه نه او کارا رو میخواییم چیز باشه، از این چوبی باشه. برای نزی آره برنگ زمینش هم میاد بسیار خوبش میشه. اما ما فکر میکنم برای زمین چوبی جور کنیم. در خصوص ثبت هنر خوشنویسی و مینیاتور از طرف دولت های ایران و ترکیه در سازمان فرهنگی ملل متحد یا یونسکو برای افغانستان بسیار مشکله که به نام خودش بتانه ایر ثبت بکنه.
از طرف دیگه متاسفانه از زمان تیموریان هرات و بعد ما یک سیر بسیار مطر نزولی و قهقرایی را در خصوص هنرهای مخصوصا هنرهای خط و مینیاتور طی کردیم. مثلا کمال الدین بهزاد هیروی که خالق هنر مینیاتوری سبک بهزاد یا به نام مکتب بهزاد هست که البته او را هم از سبک نقاشی چینی و اروپایی و با اختلاط زید دو نوع هنر با وجود آورده و یک سبک منحصر به فرد به خودش هست خلق کرد. ای در محدوده جغرافیای افغانستان روز به روز ویران شده رفت و روز به روز در اثر بی‌توجهی ها و اهمال هایی که حالا یا خواسته یا ناخواسته متاسفانه ای رو به فراموشی سپرده شد، اما در این زمینه ایران و ترکیه بسیار کار کرده. ایران باید بپذیریم که اونا بی نهایت زیاد کار کرده و خوب کارم کرده و این هنر بهزاد به یک مراحل بسیار متپیشرفته و تکامل یافته هم رسانده. لذا به نظر ما بهترین راه و بهترین کار برای از این موضوع ثبت هنرهای چون خوشنویسی و مینیاتور در یونسکو به عنوان میراث مشترک منطقه خوبه، به خاطر از اینکه افغانستان امروزی هم تجزیه شده از یک امپراتوری و یا یک سرزمینی بسیار بزرگی بوده. بخش هایی از ایران باستان میاله مثلا در جغرافیای افغانستان که تمدن ها سابق به نام خراسان بزرگ یا ایران یا مثلا باختر و یا هر نام دیگه که مثلا مسما بود مشهور هست و ایرانی ها هم همی دار سر ما میکنه، میگه کشوری به نام افغانستان سابقه تاریخی نداره که ما مثلا قبول کنیم مولانا مثلا مال افغانستان بود. ای بسیار واضحه میرقم میگه چون نام افغانستان سابقه تاریخی نداره، اگرچه مدنیت های تاریخی بسیار معروف 13گانه یا 14گانه ای که مثلا هسته 9 مرکزی مدنی ازی فعلا در همین جغرافیایی به نام افغانستان قرار داره. متاسفانه و بدبختانه زمانی که ما در افغانستان و حتی در سیاست فرهنگی ازی وطن یک نوع روی کردی فارسی ستیزی رو میبینیم، آیا میتونیم امیدوار باشیم که هنر نستعلی که هنر رسم الخط فارسی است مسون بمانه؟ دیگر آسرش دعوا نکنه؟ زمانی که یک حالا ما مردم عادی رو خطاب قرار نمیدم، ما سیاست مدارا رو میگم، ما بزرگای از مملکت رو میگم، ما چیز فهمای از مملکت رو میگم، ما اهالی فرهنگ و ادب و هنر رو به اصطلاح اداره کننده های رسانه های از مملکت میگم. یک کسی که میایه برای من اروزگانی میگه دانشگاه نگو، دانشگاه واژه ایرانی، اگر گفتی تو مزدور ایرانی. مرا به زبان مادری من گپ زدن نمیمانه، پس شما روی خط نستعلیق چی دعوایی داری؟ خط نستعلیق همون هم خط فارسی است. با یک چنین اوضاع و احوالی من خودم شخصا تعجب میکنم که افغانستان یا دولت افغانستان یا زمامداران و سیاستمداران افغانستان با کدام روی میایه مثلا میخوای ادعا بکنه که نه هنر خوشنویسی نستعلیق، چون روی نستعلیق میتونه اینا ادعا بکنه، روی اقلام ستر خو ما عرض کردم اونا رسم الخطای عربی است، روی ازنو خو ابدا نمیتونه ادعا بکنه. همین خب ما قلمینه انتخاب میکنم، خویی خو رنگش زیاد جالب نیست، منتها ما قلم نه تنها با رنگ بلکه با چند خصوصیت انتخاب میکنیم، رنگ، صدا، در صورتی به اصطلاح فهمیده میشه که او را از یک ارتفاع در روی زمین یا در روی البته زمین بهتره، شاید چون خودش شم بتونه صدا داشته باشه آزمایش میکنه. معمولا اینزی صدا فهمیده میشه که پخته است، قلم پخته یا صدای فلزی داشته باشه، یعنی به حالت صدای فلزات مشابه باشه، او قلم پخته تره. این صدی هست بریشم طبیعیه یا بریشم طبیعیه؟ بله. آره راست میگی، راست میگی، اونا هم مطور فقط نخ نخه و بسیار مطور ظریف و نازوک نخواهش. کاغذ چی داری؟ کاغذ وصلی داری برای خطاتی؟ بله هست. کاغذ هم ببینم یو استاد جان، ورقش ورق دستاز هندیه که ما وصلی کردیم.
یعنی آف وایت رنگش خوبیش یعنی باز سفیده. اگر ما به هویت تاریخی و یا مفاخر تاریخی و پیشینه هویت فرهنگی و هنریمان توجه داریم و به او دلبستگی داریم و او را دوست داریم و امروز می خواهیم از او دفاع بکنیم، مقبره ابوالریحان بیرونی را جناب رئیس جمهور دیده و خبردار چه وضعیتی است؟ یا مثلا خانه پدری حضرت مولانای بلخی که در ترکیه شما برو ببین که مولانای بلخی را با چه شکوه و جلالی یاد میکنه و او را به اصطلاح می ستایه و چه اهمیتی در کشور ترکیه داره مولانای بلخ. پیش ما چی داره؟ ما اگر ابراز ناامیدی میکنم، ما در پلان، برنامه و سیاست گذاری کلان زمامداران کشور این چیزا رو نمیبینیم که شما میگین درست میشه، درست میشه. این درست میشه حلوا حلوا گفتن خدا شیرین نمیشه. ما آدم، ما باید یک نشانه های و یا یک چیزایی ببینیم از این که واقعا درست میشه. تا نبینیم خب خدا نمیتونیم بازی بدیم، فریب بدیم. و این در حالی است که من نمیگم قصر دارالامان چرا بازسازی شد، اما شما قدمت مقبره ابوریحان بیرونی رو ببین و قصر دارالامان کدام اهمیتش بیشتره؟ یا مثلا برای مرحوم خان عبدالغفار خان رهبر نهضت عدم تشتت کارایی میشه و میبینیم که هزینه های مصرف میشه و اهتمامی میشه و جدیتی در کار هست و هیاهوی و بسیار اموتور غال و مغال برا افتاده. اما خانه پدری مولانا و جایی که حضرت مولانا با دنیا آمده در چی وضعیتیه؟ آیا دولت ما خبر داره از اونجا که اونجا چی شد و به یک تلی از ویرانه تبدیل شد و هیچ اثری ازش نیست؟ بعد اعتراض میکنن که ما تاریخ 5000 ساله داریم، ایران چرا دعوای عزیزی میکنه که مولانا از آن ماست، یا ترکیه مثلا به صرف به خاطر از اینکه مقبره مولانا در اونجاست دعوای زیری داره که مولانا مال ماست. تو که او رقم ریشه داری و او رقم ریشه را صحبت میکنی، امروز ریشه تو چی تنه و شاخ و برگی داره؟ شعری پشتوی میگه چی پخپل میرنه پا جهان که نو با فخر پا بابا که بیتر کمه. فرض میکنیم امینا تامش از تو و این تاریخ هم از تو، تو به او برای چی فخر میکنی؟ خود چی هستی؟ امیال خود چی هستی و در کجا این کار قرار داری؟ متاسفانه در افغانستان تماما یک همچو وضعیتیه و رهبران سیاسی کلا در یک توهم فوق العاده جاهلانه و بسیار موتور کودکانه و ابلهانه قرار داره بدبختانه.